حسن روحانی میگوید لازم است به او اختیارات بیشتر داده شود. این اختیارات چیست و او چه میخواهد؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه ایران. در حالی که بسیاری نگران یک رویارویی نظامی بین ایران و آمریکا هستند، هفته است که رئیس جمهوری ایران میگوید کشورش درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است و نیاز است که او اختیارات بیشتری داشته باشد. حسن روحانی تا کنون توضیح نداده که این اختیارات چیست و او دقیقاً چه می‌خواهد، اما به تازگی عده‌ای از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی درخواست بازنگری در قانون اساسی کردند و گفتند چنانچه قرار باشد اختیارات رئیس جمهوری تغییر کند، تنها از طریق بازنگری در قانون اساسی ممکن است. آخرین بار که رئیس جمهوری اختیارات ویژه دریافت کرد در دوره خود آیت الله خامنه‌ای بود، در 3 سال آخر جنگ ایران و عراق. این روزها چه شباهت و چه تفاوتی با اون روزها دارد؟ تعامل نیروها در ایران این روزها چگونه است؟ و از همه اینها که بگذاریم، آیا روحانی با اختیاراتی که می‌خواهد می‌تواند مشکلات حال حاضر کشور را حل کند؟ در برنامه امروز 3 مهمان دعوت کرده ایم: مشتبه واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن، محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار از مشهد، و علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو. خوش آمد میگم به هر 3 مهمان برنامه. آقای نامور حقیقی، روشن است که آقای روحانی دقیقاً چه میخواد؟ این اختیاراتی که ازش صحبت میکنه چه هستند؟ با سلام خدمت شما آقای واحدی و آقای جوادی حصار. ببینید، آقای روحانی قبل از عید گفتن که آقای خامنه‌ای من گفتن شما فرمانده جنگ اقتصادی باش. من قبول کردم و من و دولت من با نمایندگی از ملت آمادگی داریم برای این جنگی که درش وارد شدیم. خب همونجا من گفتم که خب برای اینکه واقعا فرمانده جنگ وجود داشته باشه، باید ببینیم چه اختیاراتی داره. آقای روحانی خب باید از فردا روز بعدش باید مطرح میکرد که چه میخواد انجام بده و برای این کارها چه اختیاراتی میخواد. ولی متاسفانه شما در 2 ماه گذشته ندیدید که آقای روحانی چه چیزهایی درخواست کرده باشه و الان دوباره اومده میگه ما باید اختیارات بیشتر خواهیم خواست. در اون صحبتش در اسفند ما گفت که به قوای دیگه هم دستور داده شده که با من هماهنگ باشه. به این نکته اصلی برای انجام کارهاش چند تا مسئله است. اینکه آقای روحانی چگونه میخواد مسئله منابع دیگه اقتصادی که متعلق به حاکمیت مثل ستاد اجرایی، آستان قدس، بنیاد مستضعفان و بقیه منابع اقتصادی حکومت رو در اختیار حرکت دولت قرار بده، چون بدون تجمیع منابع اقتصادی شما نمیتونید در یک جنگ اقتصادی موفق باشید. دوم مسئله اطلاعات موازی، این هم مسئله کلیدی است. واقعیتش این است که یک کشور با 2 تا سیستم اطلاعاتی که در امور همدیگه مداخله میکنن یا همدیگه رو نقض میکنن، اون هم نمیتونه در یک جنگ همه جانبه سیاسی اقتصادی تبلیغاتی موفق باشه. در این 2 مورد آقای روحانی مشخص نشد تقاضای اختیارات بیشتر کرد یا نه. نکته بعدی هم که اهمیت داره این هست که آقای روحانی سبک مناسباتش رو اگر دقت کرده باشید، سبک حکومتیش یه سبکی است که میخواد شیک حکومت کنه. افراد 3 نفر اصلی که دور برش هستن آدمای مدعی هستن، مثل آقای بایزی نهاوندیان و آقای بایزی آینوبخت، و در نتیجه ارتباطش هم با گروه کارشناسان و نخبگان عملا قطع شده و در این وضعیت معلوم نیست اصلا آقای روحانی میخواد چیکار بکنه، چون هیچ برنامه مشخص اقتصادی برای موقعیت رو هم مطرح نکرده ایشون. یعنی شما میفهمید آقای نامور که این چیزی که میخواد، اختیاراتی که میخواد در حوزه اقتصادی هست بیشتر؟ ببینید، آقای روحانی پارسال آقای عبدی در همین افطاری روزنامه‌نگاران گفت جامعه ایران نگران، خسته است و ناامیده و توضیح داد چه مشکلاتی ایران باش مواجهه، چه از جبهه داخلی چه تهدید بین‌المللی. آقای روحانی همونجا گفت نه آقا، اینا جنگ تبلیغاتی، جنگ روانی. بعدن الان نظرش رو عوض کرده، گفته ما وارد جنگ تمام عیار شدیم. یعنی همون نظر آقای عبدی رو پذیرفته. برای این کار جنگ سیاسی تبلیغاتی و اقتصادی باید ببینیم برنامه‌اش چیه. حالا فرض کنیم اصلا اختیار بخوام بهش بدن، الان آقای روحانی مشخص نکردیم میخواد چیکار بکنه، چون در این سوالی هست که ما سعی کنیم توی برنامه بهش جواب بدیم یا جوابی براش پیدا بکنیم. آقای
جوادی احسان، نظر شما چی هست؟ آقای روحانی واقعا این اختیاراتی که میگه از چی صحبت میکنه؟ آیا شما هم با نظر آقای نامور حقیقی موافق هستید که او بیشتر به دنبال این هستش که اون امکانات اقتصادی که اختیارش از دست دولت خارج هست رو به نوعی تحت اختیار بگیره؟ به نام خدا و خسته نباشید به جنابعالی و همکارهای محترم. از خودم که به نظر من آنچه که آقای روحانی الان به شدت داره ازش رنج میبره و با زبان بیزبانی هی داره فریاد میزنه که من فرمانده این نبرد اقتصادی هستم و این نبرد اقتصادی رو رهبری هم به من گفتن که شما رهبری کنید و فرماندهی کنید ولی اختیارات ندارم. اختیارات در حوزه هایی است که اتفاقا به مناقشات بین المللی برمیگرده. یعنی اون جاهایی که دولت باید اختیار داشته باشه که تنش زدایی کنه، اون جاهایی که باید اختیار داشته باشه و تصمیم بگیره. من تصور میکنم که در حوزه اقتصادی و روابط برون مرزی، یعنی با همسایگان، تنش زدایی های منطقه‌ای و از جمله آمریکا، آیرس شهور اختیارات میخواد. یعنی اگر دقت کرده باشید تو همین نشست دیروز آقای ترامپ و آبر، آقای ترامپ اشاره مستقیم کرد که آقای آبر رابطهش با رهبری هم خوبه، ایشون میره ایران و گفتگو میکنه. یعنی در حقیقت کنار گذاشته شدن دولت در مناسبات بین‌المللی یکی از آفت‌هایی است که خب این دولت آقای جوادی احسان، این که چیز تازه‌ای نیست، همواره گفته شده که تصمیمات در حوزه بین‌الملل در سطح کلان از اختیار دولت‌ها در ایران خارج بوده. همواره شخص آقای خامنه‌ای مقام رهبری در این باره تصمیم می‌گرفته. غیر از اینه؟ با یک قرائتی بده، با یک قرائتی نه. ببینید در مورد مثلا همین آقای روحانی تو هم جلسه پس پریروز با رسانه ها داشت اعلام کرد که من به رهبری گفتم کشور در شرایط کنونی نیاز به فرمانده واحد داره در حوزه اقتصادی و سیاسی و نظامی. البته خب شما بهترین و مناسبترین فردید که رهبری رو به عهده بگیرید یا فرماندهی رو به عهده بگیرید، ما پشت سرتون همه اطاعت میکنیم. باز رهبری اشاره کردن که نه، شما خودتون باید فرماندهی رو به عهده داشته باشید. خب اگر من میخوام فرماندهی رو به عهده داشته باشم، البته ایشون با این صراحت نگفت، اگر من میخوام فرماندهی به عهده داشته باشم چطوری میتونم با آمریکا یا وارد مذاکره بشم، چطوری میتونم اصلا اجازه شو دارم که وارد گفتگو بشم یا نه، من اجازه اینو دارم که تنش صدایی منطقه ای رو با اختیار دولت و هماهنگی بقیه قوا انجام بدم، به سرانجام برسونم یا نه. من میتونم الان به مثلا پیاده نظام خودمون در منطقه بگم یک کیلومتر عقب نشینی کنید یا یک کیلومتر پیشروی کنید، اینا در اختیار من هست یا نیست. در قانون اساسی اونطوری که آقای روحانی هم بهش اشاره میکنه، میگه در قانون اساسی پیش بینی اینا شده اگر قانون اساسی بهش عمل بشه. در قانون اساسی پیش بینی شده که رئیس جمهور نفر اول اجرایی کشوره و این نفر اول اجرایی کشور همین چیزایی است که آقای روحانی طلب میکنه. خب آقای جوادی احسان، من اصل 113 قانون اساسی اینجا جلوم دارم با توجه به اینکه به هر حال این اصلی هستش که الان خیلی راجعش صحبت میشه. پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور، مسئولیت اجرای قانون اساسی ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشه به عهده داره. بعد نظریه تفسیری شورای نگهبان خواسته شده در تاریخ 12 تیر سال 91. اون چه که ما از آقای جنتی شنیدیم و نوشته شده، آقای جنتی گفته همش داله بر اینه که هر چه که در واقع آقای رئیس جمهور میخواد به او داده نمیشه. مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی، مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی امر غیر از نظارت بر قانون اساسی است. مسئولیت رئیس جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت و نوع کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مسئله. لیست طولانی است، یعنی رئیس جمهور ته این صف قرار میگیره. در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا نداره، حق هیچ گونه تشکیلاتی هم نداره. یعنی اون چیزی که دائما رؤسای جمهوری ظرف این 20 چند سال دارن بر تبلش میکوبن، آقای جنتی با یک تفسیری کاملا این رو زیر سوال برده. فکر میکنید چقدر آقای روحانی قدرت داره در این زمینه الان بخواد جلوی این طیف گسترده بایسته؟
به نظر من نداره همچین قدرتی رو. آقای رئیس جمهور یه جاهایی میتونست این قدرت رو اعمال کنه، همونطور که آقای خاتمی میتونست اعمال کنه. آقای خاتمی بعد از طبق اون نامه‌ای که آقای منتظری به ایشون نوشت، گفت شما 20 میلیون رأی آوردی، الان میتونی مطالبه کنی که مردم به این برنامه رأی دادن، من میخوام که این برنامه اجرا بشه. آقای رئیس جمهور تو دوره اول و دومش که دوره دومم رأی 24 میلیونی آورد، میتونست بگه که آقا این برنامه‌ای که من اعلام کردم، این برنامه باید تاماً و تماماً اجرا بشه و شورای نگهبان یا دستگاه‌های نظارتی و دستگاه‌های موازی حق مداخله به سنگ‌اندازی در این دوره ندارن. این اعمال حاکمیت از رأی مردم ناشی میشه. متاسفانه شورای نگهبان در یک گلوگاهی نشسته که دو تا کار رو انجام میده. یک، اعمال نظر حاکمیتی میکنه به نیابت از رهبری، یعنی اون چیزایی که احساس میکنن، استشمام میکنن که اینا منویات رهبری است، اونا رو اعمال میکنن ولی که رهبری هم مستقیما نگفته باشن. یه جاهایی هم سلاح خودشون رو منطبق برداشته از قانون اعمال میکنن که در حقیقت شدن رئیس جمهور پشت صحنه. رئیس جمهور رأی مستقیم از مردم میگیره که بتواند اعمال حاکمیت بکنه، اعمال حاکمیت ملی بکنه، ولی شورای نگهبان غیر مستقیم داره اعمال حاکمیت میکنه. متوجه. آقای واحدی، با توجه به این چیزایی که الان تو این بحث عنوان شده، این گزاره به نظر شما صحیح میرسه که باز یک بار دیگه شاهد رویارویی بخش انتخابی و انتصابی در نظام جمهوری اسلامی هستیم؟ باز آقای روحانی یک رئیس جمهوری است که میگه من اختیارات کافی ندارم، به من اختیارات کافی بدید بلکه بتونم کاری بکنم. سلام به بینندگان برنامه، به شما و به مهمانان برنامه. ببینید، من تصور میکنم یک مشکل عمده‌ای که وجود داره، اجازه بدید من خیلی صریح بگم، اکثر کسانی که درگیر سیاست در سطح بالا در ایران میشن از یک شهوت تجمیع قدرت و از یک رذیلت عدم پاسخگویی برخوردار هستند. این قصه هم در مورد آقای احمدی نژاد صادقه، هم در مورد آقای خاتمی و هم در مورد آقای روحانی به طریق اولا. توضیح هم میدم چرا به طریق اولا. آقای خاتمی دور اولی که رئیس جمهور شد، خودش به صراحت در محافل خصوصی و بعضا عمومی گفت اصلا ما فکر نمی‌کردیم رئیس جمهور بشیم، می‌خواستیم یک محفلی را بیفته رأی بیاریم و واقعا اونطوری که باید و شاید درگیر مدیریت سطح بالا در کشور قبلش نبود که بدون چه می‌گذره. اما وقتی دور دومیشون کاندیدا شد، با علم به اینکه 4 سال کارشکنی‌ها رو دیده بود، قتل‌های زنجیره‌ای رو دیده بود، حادثه کوی دانشگاه رو دیده بود، توقیف فله مطبوعات، همینه که میگم در دوره اول آقای خاتمی اتفاق افتاد. در دوره دوم آقای خاتمی بازم باید کاندیدا شد، با اینکه میدونست قدرت در کجاهاست، روش‌های کارشکنی چیه، و بعد آخر دوره اومد گفت رئیس جمهور تدارکات چیه. البته بعداً گفتن ایشون نگفت، ولی ایشون به صراحت گفت افرادی رئیس جمهور تدارکات چی میخوان و اگر بعداً کسانی بیان که هماهنگ نباشن، همین نیم بند اختیارات رو هم ازش میگیرن. در مورد احمدی نژاد همین حداقل در دوره اولش استقرار کرد، باز دوره دوم اومد کاندیدا شد و در اواخر دوره اون هم گله کرد که بعضیا نذاشتن، نمیگذارن دست در کار، اگر اختیار به دولت میدن این کارو میکردیم. در مورد هسته‌ای اواخرش به صراحت گفت من اختیاری ندارم. اما در مورد آقای روحانی، از روز اول به نظر من ایشون مرتکب یک نوع فریبکاری شده. آقای روحانی از کسانی که از روز اول میدونست چه جوری، اتفاقا از کسانی بودی که خودش از اهرم‌های فشار آقای خامنه‌ای بر دولت‌ها بوده. یعنی در دوره، حالا شما خودتون روزنامه‌نگار بودید میدونید، دوستان دیگه هم دارن میشن میدونن، در دولت آقای خاتمی یکی از اهرم‌هایی که به روزنامه‌ها فشار می‌آوردن همین شورای امنیت ملی بود که آقای روحانی دبیرش بود. شورای امنیت ملی ابلاغ کرده روزنامه‌ها که حتی بحث کردن در مورد مذاکره با آمریکا جرمه، موجب توقیف میشه. یعنی دادستان تهران، رئیس دادگستری تهران اومد مصاحبه کرد و گفتش که آقای علیزاده گفت به استناد مصوبه شورای امنیت ملی و شورای امنیت ملی هم تکذیب نکرد. میخوام خدمت شما بگم که آقای روحانی از روز اول میدونسته قدرت در کجاست و چه رئیس جمهور چه اختیاراتی داره. اینکه ایشون هم در آستانه نیمه دوم دوره دوم ریاست جمهوریش یادش میفته که اختیار میخواد، این به نظر من بیش از اینکه ناشی از اراده برای حل مشکل مردم باشه، نمایش اینه که میخواد فرار کنه از مسئولیت، بنازه گردن دیگران. من نمیگم، من اینجا به صراحت میگم بخش عمده قدرت و شاید تا حدودی بشه که به یه نوعی همه قدرت جای دیگه متمرکزه، اما آقای روحانی کسی نیست که بتونه بگه من نمیدونستم. آقای روحانی به خوبی میدونست. آقای روحانی 16 سال خودش اهرم آقای خامنه‌ای بود برای اعمال بعضی از سیاست‌ها. فقط در واقع به نظر شما بازی تبلیغاتی است در این مقطع؟
هم بازی تبلیغاتی هست، اما یک فرضیه دیگه هم وجود داره. فرضیه دیگه اینی که یک هماهنگی به وجود اومده. ببینید آقای خامنه‌ای چند روز پیش اومد در دیدار با دانشجویان یا کسانی که اسم دانشجو روشون بود اعلام کرد که یک جوری اعلام کرد که با برجام موافق نبوده، اما چون دولت تصمیم گرفته بوده و ایشون هم بناش نیست در کار دولت مخالفت بکنه یا جلوی کار دولت بایسته، تمکین کرده. من گمان می‌کنم یک پشت پرده‌ای در مورد مذاکرات هست. این فرضیه است. متأسفانه در ایران اولا اطلاعات صحیح به مردم داده نمیشه، ثانیاً مسئولین صادق نیستن با مردم. نمیشه واقعا گفتش که یعنی نه اطلاعات به اندازه کافی در اختیار مردم هست، نه اطلاعاتی که میدن صادقانه است. اما یک فرض بر اساس تجربیات سابق مثل موضوع مذاکره با آمریکا در سال 91 در عمان که حتی دولت وقت بی خبر بود، خود آقای خامنه‌ای اقدام میکرد، به نظر میرسه که توافق این بار برای مذاکره انجام شده. این صحبتایی هم که ترامپ کرده و وساطت‌هایی که وزیر خارجه عمان اومد ایران، نخست وزیر ژاپن قرار بیاد ایران، به نظر من توافق برای مذاکره شده. قرار مسئولیتش دولت بپذیره که آقای خامنه‌ای بعداً باز بتونه بگه من موافق نبودم اما دولت پذیرفته. عرض می‌کنم یک فرضیه است. خب اما من یک سوالی دارم آقای روحان. ببینید این ماجرایی که نمایندگان الان شروع کردن، اینکه آقای یوسفیان ملا میگه 150 نماینده دارن نامه امضا میکنن برای بازنگری در قانون اساسی اگه قرار اختیاراتی به رئیس جمهور داده بشه یا هر گونه تغییری در اختیارات صورت بگیره بعد از طریق تغییر و بازنگری در قانون اساسی بشه که اینها قرار هست که دنبال بکنن. فکر میکنید این به چه معناست؟ ببینید در شرکت سهامی جمهوری اسلامی اعتدالگرایان، اصلاح طلبان و اصولگرایان هست که با هم دیگه تصمیم گرفتن تقسیم وظیفه بکنن. دوباره سرگرمی مردم، آقای خاتمی در مورد فدرالیته صحبت بکنه، آقای روحانی در مورد اختیارات صحبت کنه، یه سری از نمایندگان مجلس در مورد رفراندوم. فرض کنیم رفراندوم قانون اساسی برگزار شد، حالا یا در روند تهدید قدرت رئیس جمهور یا توسعه قدرت، مگه همین اصول فعلی رعایت میشه؟ کجای قانون اساسی اجازه داره رهبر در مورد تعیین 10 وزیر نظر بده؟ این کجاش اومده؟ فرض کنیم یه اختیارات هم داده شده، آیا رهبر تمکین خواهد کرد؟ آیا نهادهای قدرتی که امروز به ادعای آقای روحانی و تا حدودی هم درسته با یک موشک پرانی، با یک مصاحبه، با یک گفتگو اختیارات دولت رو زیر سوال میبرن یا طوری پیام میدن که ترامپ بفهمه طرفش آقای خامنه ای نه دولت، آیا با حتی اصلاح قانون اساسی و تفویض اختیارات بیشتر به رئیس جمهور، که من عرض میکنم حتی اگر رفراندوم قانون اساسی برگزار بشه ممکنه این حوزه اختیارات رئیس جمهور محدودتر بشه، اما فرض کنیم توسعه داده شد، آیا اون توسعه از اصول فعلی قانون اساسی محکمتر خواهد بود؟ تضمینی وجود داره؟ نهادهایی که امروز قوه قضاییه آقای جنتی، آقای خامنه ای تمکین خواهند کرد؟ مگه تا امروز تمکین خواهند کرد؟ تمکین کردن. من سوالم همینه، مگه آقای روحانی از اختیارات فعلیش استفاده کرده؟ آقای روحانی فرض کنیم اختیار در مورد بعضی کارا نداره، اختیار زبان خودشو داره یا نه؟ همین الان آیا حاضر بیاد بگه مشکلش کجاست یا فقط کلیگویی میکنه، کلیات ابوالبقا میگه، یا فقط دوره ریاست انتخابات ریاست جمهوری زبانش باز میشه و علیه همه نهادها صحبت میکنه؟ آقای نامفهم میگن چرا آقای روحانی دست کم همونطور که آقای بایدی میگن در گفتار مشیشو نسبت به دوره انتخابات تا این حد تغییر داده، چرا نمیاد بگه که مشکل اساسی کجاست؟ چرا نمیاد بگه اگر که اختیاراتی میخواد دقیقاً این اختیارات چی هستن و کجاها باید اختیار داشته باشه که نداره؟ چرا با مردم رو راست صحبت نمیکنه راجع به این چیزها؟ ببینید چند تا دلیل داره که چند اشاره کردم. یکیش نوع خود کاراکتر آقای روحانیه که عادت کرده که شیک حکومت کنه، از مزایای قدرت استفاده کنه، بنابراین نمیخواد از این مزایای قدرت فاصله بگیره. دوم در مورد موقعیتش در آینده قدرت سیاسیه، ایشون یک نگاهی به جانشینی هم داره، فکر میکنه که مناسب ترین فرد برای این قضیه، در این حال میخواد بعد از پایان ریاست جمهوریش موقعیت مزایای حضور در قدرت داشته باشه. نکته سوم مشکلاتی است که در دولت برای دولت آقای روحانی و افراد نزدیک به آقای روحانی در مسائل در 8 حوزه فساد اقتصادی که الان سیستم باهاش مواجه هست به نوعی درگیرن و نکته مهمی است. ببینید در مسئله ارزهای 4200 تومان که سال گذشته نزدیک به 30 میلیارد دلار از منابع مالی کشور برباد رفت، اعضای دولت، نهادهای وابسته به دولت و نهادهای حکومتی نقش داشتن. دوم مسئله ماشین‌های وارداتی که قرار بود آقای شهیدمداری 2 هفته بعد گزارش بده، ندادن. بین 6 تا 50-60 هزار ماشین وارد شده که معلوم نیست چه کسی چگونه وارد کرده، مجوزهایی که داده شده و مسئله خصوصی سازی ها که الان در دستور کار هست. این خصوصی ساز چه در شستا چه در شرکت های بزرگی که در هیئت دولت مطرح شده، پالایشگاه، فولاد و مارکه، یک جابجایی اساسی مالی در ساخت قدرت هست، یک گروه های منابع مالی رو مطرح میکنه و مسئله بانک ها. در این موارد دولت
پاش گیر هست، مسائل جدی داره. و چهارم هم اگر بخوایم ببینیم چرا آقای روحانی داره این کارو میکنه، مسائلی است مربوط به این که در حوزه اداره کشور با مشکل مواجه شده. یعنی ایشون در مورد مسئله، یعنی شما میفرمایید همه بحث داخلی هست، یعنی آقای روحانی بحثش این نیست که بخواد مذاکره بکنه اونطور که آقای جوادی حصار میگن؟ نه ببینید، آقای روحانی شما میگید چرا این محتاطیت رو داره، درسته؟ آیا من در دلایل اینی که محتاط عمل میکنه رو دارم مطرح میکنم؟ این که نهادهای حکومتی، نهادهای قدرت در حوزه اقتصاد، در حوزه اطلاعاتی، در حوزه سیاست خارجی دست بالا رو دارن و در حقیقت دولت مدت مانورش بسیار اندکه، در شکی نیست. در حوزه سیاست خارجی باید توجه داشته باشیم. ببینید آقای روحانی در مورد مدیریت حتی برجام، به خاطر اینکه پیش بینی نکردن که آمریکا میره بیرون، پلن بی نداشتن و نتونستن در حوزه اقتصادی یه تیم و یه برنامه داشته باشن، و سوم نتونستن با توده های مردم رابطه. این دولت عملا فشل و ناکار آمده، به خاطر اون فساد بی اعتمادی ایجاد شده، و از طرف دیگه هم نتونستن با نخبگان، به خاطر همین کاراکتر آقای روحانی و دفترش، نتونستن با نخبگان اقتصادی سیاسی یک تعامل مثبتی داشته باشن. و اگر الان دقت کرده باشید، اصلاح طلبها ازشون ناامیدن، بعضیشون معتقدن حتی همین الان باید ایشون استعفا بده، و جامعه احساس میکنه که ناکارآمدی متوجه آقای روحانیه. نهادهای قدرت از جمله رهبری هم مایل آقای روحانی تا پایان بره، برای اینکه مسئولیت تمام اعمال و اشتباهاتی که هست به عهده دولت گذاشته بشه. آقای روحانی هم توان اینی که یک بازی بکنه که تقریبا جهت رو تغییر بده فعلا نشون داده نداره. بله آقای جوادی، با توجه به همه این شرایطی که الان میبینیم و صحبتایی که آقایون کردن، آیا شما در افق نزدیک نشانه ای از این که مذاکره ای در کار هست و در واقع دور از حیطه دولت داره این کار انجام میشه شما میبینید، و فکر میکنید در این صورت نقش دولت آقای روحانی و این کاری که الان داریم ازش میبینیم، آقای ظریف در منطقه هست، آقای عراقچی در منطقه هست، دائم در حال مذاکره هستن، اینها چی هست اگر که از مذاکره کنار گذاشته شده دولت در این حد؟ دولت همونطور که به بخشایش دوستانمون اشاره کردن، دنبال تصمیم گیری نهایی یا مدیریت نهایی بحران هست، و در حقیقت از رهبری میخواد که شورای عالی فرماندهی جنگ اقتصادی یا حل بحران رو تشکیل بده، و خب در رأسش هم حتما رئیس جمهور باشه و دولت تقریبا نقش اصلی رو بر عهده داشته باشه. اما سابقه کار هم برای کنشگران منطقه‌ای هم برای آمریکایی‌ها حکایت از این دارد که نهایتاً اگر به تصمیم برسن از جنس آنچه که در برجام رسیدن و رهبری رو درش دخیل نکرده باشن، مستقیماً درگیر نکرده باشن، ممکنه دوامی نداشته باشه. اونا اینجوری فکر میکنن که در این مرحله باید مستقیماً با رهبری وارد گفتگو بشن. البته دولت بیکار نیست، دولت هم بر اساس هر پلنی به قضیه نگاه بکنیم، از جمله اینکه ایفای نقشی شده، بخشای رو دولت واگذار کردن که شما انجام بدید، بالاخره تنش زدایی های منطقه‌ای، بالاخره بسترسازی توسط وزارت امور خارجه، شخص آقای رئیس جمهور با صحبت ها و سیگنال هایی که دارن رد و بدل میکنن، دیپلماسی رسانه‌ای امروز جزء بخشی از دیپلماسی صلح و یا جنگه. بالاخره به نظر من همه اینا هست، اما آقای رئیس جمهور معتقدن که ما، به نظر من از حرفاشون اینجوری استنباط میکنم که ما اگر بخواهیم در منطقه نقش فعالتری داشته باشیم و به صلح پایدار برسیم، باید در حوزه عمل اجرایی و برنامه‌ریزی و برنامه‌سازی این دولت باشه که تعیین کننده است، نه مثلا سپاه پاسداران، نه قوای پنهان. متشکرم. و آقای واحدی، به عنوان سوال آخر، آیا شما فکر میکنید که آقای روحانی هرگز میتونه اختیارات بیشتری، با توجه به اینکه به هر حال شرایط غیر عادی هست، آیا ممکن هست که رضایتی داده بشه و به او اختیاراتی داده بشه، مثل همون چه که در مثلا 3 سال پایانی جنگ به خود آقای خامنه ای داده شده بود؟
من اولا در مورد 3 سال پایانی بگم. ببینید این فکر می‌کنم یه مقداری غیر دقیق این حرف. در اون 3 سال پایانی یک در واقع ترکیب رؤسای سه قوه تشکیل شد که اونها میشستن تصمیم می‌گرفتن. تصمیم اختیارات ویژه‌ای به رئیس جمهور داده نشده بود. یک نهاد در واقع فراقانونی آقای خامنه‌ای درست کرد به عنوان جلسه سران سه قوه، اونجا میشستن و تصمیم می‌گرفتن. حالا رئیس جمهور ابلاغ می‌کرد یا پیگیری می‌کرد. فرمانده جنگم که اصل کار بود با آقای هاشمی رفسنجانی بود، نه با رئیس جمهور. اما ببینید این که آیا انجام خواهد شد یا نشد، من دو تا نکته بگم. یکی این که هم آقای خامنه ای، هم آقای روحانی، هم آقای ظریف نشون دادن که میگذارن شرایط به شرایط بحرانی برسه و بعد برای عبور از بحران یه حرفی میزنن، یه تصمیمی میگیرن. در مورد برجام که امروز آقای خامنه ای سلب مسئولیت از خودش میکنه، ایشون در 20 اسفند 93 در دیدار با اعضای خبرگان میگه که مذاکره کنندگان ما و دولت ما بلدیم. اول میگه که سناتورهای آمریکایی گفتن که اگر این دولت عوض شه، دولت اوباما، ما برجام رو تعطیلش میکنن، ازش میره بیرون، اما ما بلدیم چجوری مذاکره کنیم، چجوری توافق کنیم که دولت بعدی آمریکا نتونه بزنه زیرش. این عین جمله آقای خامنه ای. آقای ظریف هم در دیدار با بعضی از فعالان رسانه اونجا اومد گفت دولت بعدی نمیتونه کاری بکنه. ایشون که میگه من استاد حقوق هستم با استناد به اطلاعات حقوقیش، یعنی میخوام خدمت شما بگم که هم دولت، هم رهبر، وزیر خارجه، رئیس جمهور، خود شخص آقای خامنه ای فقط دنبال عبور از بحران هستن، از این ستون تا اون ستون یا فرج. اما اینکه آیا آقای روحانی موفق خواهد شد یا نه، به نظر من بهترین جوابش رو در ملاقاتی که اعضای ملاقات رمضانی آقای خامنه ای با کارگزاران حکومت میتونیم پیدا کنیم. آقای روحانی اونجا میگه که اداره کشور بدون تغییر در ساختار بودجه و اقتصاد امکان پذیر نیست. خب این ساختار مشخص یعنی چی؟ بعد جواب آقای خامنه‌ای در همون دیدار میگه که این که آقای رئیس جمهور گفتن باید مدیریت و برنامه‌ریزی بهتر شود حرف درستی است. یعنی تمام آقای روحانی سعی میکنه توپ رو در زمین آقای خامنه‌ای بندازه. آقای خامنه‌ای در جواب میگه بله، برید مدیریت خودتون درست بکنید. به نظر من چیزی بیشتر از این نخواهد بود. تموم شد. خیلی ممنونم ازتون، متوجه شدم نکته‌تون رو گرفتم. خیلی ممنونم آقای واحدی، آقای جوادی اسار، آقای نامه حقیقی و ممنون از شما که با این صفحه دو همراه بودید. شب و روزتون خوش. We'll be right back.